بینندگان عزیز، همیهنان گرامی، همزبانان محترم، سلام عرض میکنم خدمتتون. مرتضی عبداللهی هستم. لطفا بهترین درودهای من و همکارانم در تلویزیون سپیده استقلال آزادی رو بپذیرید. خیلی سپاسگزارم که بازم ساعتی با ما هستید. امیدوارم که هفته خوبی را پشت سر گذاشته باشید. همطوری که از هفته گذشته به اطلاعاتتون رسیدم، از هفته پیش برنامه تلویزیون ما فعلا برای مدتی به صورت اینترنتی فقط پخش خواهد شد و در ضمن لازم به یادآوری است که به اطلاع شما عزیزان برسونم که ساعتها در آمریکا در اواخر هفته جاری یک ساعت به عقب برگردونده میشه. بنابراین از هفته آینده برنامه ما در سر همون ساعتهایی که همیشه پخش میشد خدمتتون ارائه خواهد شد. اما در برنامه امروز حتما میدانید یا بسیاری از شما میدانند که در حین کودتای خرداد 60، روزهای منجر به کودتای خرداد 1360، آقای منصور در پیامی به آقای خمینی گفتن که ما میرویم که بمانیم و شما میمانید که بروید. واقعیت امروز ما به نظر میاد که صحت این حرف رو شهادت زمان ثابت کرده. در این رابطه یک گفتگوی همکارم حدود یک سال پیش آقای گلزار با آقای منیست در رابطه با اینکه منظورتون از این حرف چه بود و امروز مسئله رو چگونه می‌بینید به گفتگو نشسته بودن. با اجازتون اون رو با هم تماشا می‌کنیم و پس از اون در قسمت‌های بعدی برنامه به فراسوی از سخنان دوستان قدیمی آقای منیست در مراسم یادبود شد دو هفته قبل در پاریس، آقای محمد جعفری سرکار خانم ژاله وفا و آقای علی امیرحسینی رو با هم گوش خواهیم کرد. نیزه فهم این برنامه رو ببینیم و من دیگه مزاحمتون نمیشم. تا هفته آینده همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ میسپارم و با آرزوی استقرار و استمرار مردم سالار دیلان همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ میسپارم. لبهاتون همیشه پرخنده و دلهاتون همیشه شاد. هموطنان عزیز، بینندگان محترم تلویزیون سپیده استقلال آزادی، سلام دارم خدمت شما عزیزان و همچنین سلام دارم خدمت شما آقای بنیسه. سلام بر شما و شنوندگان و بینندگان فارسی زبان در ایران و در جهان. آقای بنیسه، یک سوالی که امروز میخوام بکنم برمیگرده به یک مسئله تاریخی و در خرداد 60، در اون بحران تاریخی که متاسفانه برای بسیاری از هموطنان ما سانسور شده، میشه گفت که تنها گروهی که سعی میکنه که اون تاریخ رو باز بکنه، نشون بده، واضح بکنه برای جامعه ایرانی جمع ماست و متاسفیم که جامعه ایرانی از این بخشی از تاریخ خودش محروم شده که بدون چه اتفاق افتاد. در اون دوران که مسئله کودتا بود و خشونت بسیار زیادی در ایران از طرف حزب جمهوری اسلامی، خود آقای خمینی و تمام همکاران ایشون انجام میشد، شما یک جمله گفتید که ما می رویم که بمانیم، شما می مانید که بروید. این جمله یادمه که خیلی بازتاب داشت. البته در مجموعه صحبت این پیام شما خیلی بازتاب داشت. چه منظوری اون زمان داشتید و الان به چه چیزی، یعنی چه نتیجه داده اون جمله؟ اگه میشه اون این رو بشکافید برای ما. اول اینکه حق ماندگار است و باطل رفتنی است. کلام قرآن یک واقعیت امر واقع است، یک قاعده قانون است. دلیلش هم اینه. باطل یعنی چی؟ یعنی اون چی که حق نیست، که معناش این است که توش زور هست. اونی که زور توش هست، اولا خود زور یه تغییر جهتی است که شما به نیرو میدید. تا وقتی که اون شما تغییر جهتی میدی زوره. به معنی که باز ایستادید
دیگه زوری وجود نداره، برمیگرده به طبیعت خودش که نیروست، پس خودش پایدار نیست. حالا شما این رو ترکیب میکنی، مثلا رژیم آقای خمینی این رو ترکیب میکنه، زور رو با فن، اسلحه، عرض کنم به شما پول که امکانات مالی که در اختیار داشتن و دین را هم میگمارد به توجیه که اونچه که میکنند طبق دین انجام میده. پس دین میشه مأمور توجیه زورگویی، که گفتم این زورم تنها نمیشه به کار برد. رژیم های استبدادی فن و علم و پول و اینا هم در ترکیب شرکت میدن برای اینکه اون زور بیشتر اثر کنه. مثل یه بومی که اتمی که نمیسازن، اون فن و علم و و رو به کار میبرن برای اینکه اون اثر تخریبیش به حد اکثر برسه. استبداد هم همین کارو میکنه. خب پس اینا تخریب میکنن، اصلا این ترکیب برای تخریبه، در ساختن کاربرد ندارد. اینا که بسیاری نمیدونن، فکر میکنن یه استبدادهای هم وجود دارند که اینا گویا سازندگی ازشون میاد، غیر ممکنه. در اون ترکیب زور در هر ترکیبی باشه، اون به کار تخریب میاد، به کار ساختن نمیاد. تصور میکنن استبدادهایی رو که میشه اصلاحشون کرد، یا نه فکر میکنن استبدادهایی هستن که کشور رو پیش میبرن. نمیدونم، آره این دروغگوهای پهلوی چی که میگن دوره طلایی بوده اون دوران قضایی، نه دروغ است. و این ملت دیوانه نبود که جنبش کرد و انقلاب کرد، زندگی و حیات ملی در خطر بود و این حیات ملی است که نجات داد. حال ترکیبی که زور توش باشه، این به درد تخریب میخوره، به درد ساختن قطعا نمیخورد. تفنگ و گلوله رو برای این نمیسازن که زندگی ایجاد کنه، برای این میسازن زندگی بگیره. خب حالا از این بیا اونورتر، میشه رابطه، یه رابطه باید باشه تا این ترکیب تو رابطه به کار بردنی باشه. در هر ترکیبی که به کار هر رابطه که به کار بردنی نیست، مثلا من و شما که دوست هستیم، اون ترکیب کارایی ندارد، بلکه نه من به کار میبرم بر ذات شما، نه شما به کار میبری در بر ذات من، به درد ما نمیخوره. به درد ما یه ترکیبی میخوره از علم و فن و سرمایه و نیروهای محرکه دیگه و حق، که این دوستی رو بیشتر کنه، رشد ما، متقابل ما رو بیشتر بکنه. پس این یه رابطه میخواد. خب رابطه چیه؟ رابطه قواست. همجور رژیم هم کودتا کرده بود دیگه، پس با ما رابطه قوا برقرار کرده بود. در این رابطه قوا به کار میبرد اون ترکیب رو که اون اعدامهای شبانه هر شب گاه به 300، 400، 500 نفر در یک شب اینا اعدام میکردن. همون سال 60 آقای خلخالی تو مجلس گفته بود که 50 نفر اعدام کردن همون شب که این فرمایششون فرمودن، از بچه 10 تا 12 ساله اینا اعدام کردن تا بالا. خیلی خوب، پس یه رابطه میخواد و در اون رابطه باید این ترکیب به کار برد. این مجموعه رابطه و اون به کار بردن ترکیبی که بهش میگن قدرت، قدرت هیچ غیر از این نیست. حالا این رابطه هم پایدار نیست، چون با طبیعت سازگار نیست، با زندگی سازگار نیست. این رابطه قوا رابطه است که در اون اون ترکیب مخرب به کار میرود برای گرفتن زندگی، تخریب امکانات زندگی. قبلا اگه شما اون ترکیب تغییر بدی، برای اینکه جامعه باید زندگی کنه دیگه، جامعه که نمیتونه دائم در
رابطه قوا زندگی کنه و دائما خود تخریبی کنه، خب میمیره. پس میمیره با. پس ناپایداره این. اونا باید برون. اونی که میگه زندگی باید با حقوق تنظیم بشود، اون ترکیب زور ازش برداشته بشه، حق جاشو بگیره، رابطه هم باید رابطه قوا نباشه، رابطه دوستی باشه تا این سرمایه اجتماعی عظیم پدید بیاد، سرمایه های انسانی زیاد به وجود بیاد، نیروهای محرکه به وجود بیاد، همه در رشد به کار بیفتن، این از زندگی حرف میزنه. پس این ماندگاره. پس من حرفی که زدم عین دانش و علم بوده. گفتم شما میمانید که بروید به لحاظ اینکه شما یعنی کی؟ یعنی اونایی که را به لاحق برای یک مردمی که انقلاب کرده بودن برای اینکه از اون رابطه قواه مرگاور برهند، استقلال و آزادی بجویند، دوباره شما دارید اون نظام در ساختار سلطه بازسازی میکنید و با مردم رابطه قوا برقرار میکنید و مرتب باید این میزان تخریب رو افزایش بدید. این چنان که 40 سال دیگه همینجور مرتب این رژیم تخریب کرده، هرگز هم نتوانسته از این روابط قوا با مردم خودش خارج بشه. هر گروه اجتماعی رو که از دست داده گفتم به خود باریده که ما هنوز این مستضعفان رو داریم. حالا که این مستضعفان هم از دست داده میگه اینا حاشیه نشین های بیسواد چیشی و چیشی و چیشی فوش هم میده به همون هایی که میگه پایگاه من هنو. خب چجوری شد اینجور؟ از آقای خمینی که وارد ایران شد و با اون استقبال عظیم بگیر 98%، حالا راست و دروغش به جای خود، رفراندوم جمهوری بگیر تا الان اینا در عمل و در واقع 4-5% رأی واقعی دارن. هنوزم این در موقعیتش خودشون حاکمن، این موقعیت از دست بدن معلوم نیست اون رأی هم داشته باشن. پس مرتب از اینها کاسته شده. یه چیز عامل دیگه هم هست مهم، و این قانون، این مکانیزم یا سازگار تقسیم به دو و حذف یکی از دو، این مرتب این عمل کرده، همینجور استعداد دفع کرده تا الان رسیده که این طرف آمده میگه آقا علتی که این رژیم درمانده شده برای اینکه یک آدم کارا تو این رژیم نیست که امور رو تصدی کنه، از بس هرچه استعداد بوده این دفع کرده، رسیده به اینجا. اون دین را هم از بس این کار برده در توجیه زورگویی خارج کرده، یه هیچی توش نیست. الان بخواهیم بگیم این اسلام ولایت مطلقه چی توشه؟ واقعا چی توشه؟ غیر از زور و خشونت چی توشه؟ نیست، جز اینکه توجیه کنه آدم بکشه بعدم بیا بگه حجامت کردیم، همین مونده. پس این طبق قانون این عمل شده، این قدرت به تدریج تحلیل رفته رسیده به اینجا، ماندگار نیست. یه دلیل دیگه هم دارد، اون زمان هم این دلیل وجود داشت در همون هشداری که من در 22 خرداد به مردم ایران دادم، گفتم که این کارها خواهد شد. اون انقلاب شد که ایران از اون مثلا ساختار روابط قوای منطقه و جهانی خارج کنه دیگه، ولی این شد. حالا که شما وارد کردید، قبلا توضیح دادم، حالا الان یه نکته دیگه شد رو عرض میکنم، وارد که کردید اون میزان تخریب رو بالا میبرید. یه وقت که شما یه مستبد هستی در یک کشور،
بقیه هم کاری به کارشون ندارن، میزان تخریب محدود به روابطی که با اون جامعه هست. چقدر باید قوای نیروهای محرکه رو خونسا کنی که نظام اجتماعی تکون نخوره سر جاش بمونه، شما هم برای حکومت کنی. یه وقت نخیر اون رفتی تو دل اون ساختار، بخشی از اون شدی، خب اون تخریب هم یه روش. چنان که الان این رژیم به قول خودش در عراق دستش بنده، در سوریه دستش بنده، در یمن دستش بنده، در لبنان دستش بنده، در افغانستان دستش بنده. حالا اینا که علنیه، ولی خب تو به قول خودشون در افریقا سیاست دارن، در امریکای لاتین دارن، یعنی هر جا که بتوانن از اینا بمکن میمکن و همه هم از ایران میخورن. ولی ما تو خلیج فارس 8 منطقه مشا داریم، اونا میبرن نفت و گاز میبرن، ایران ناتوانه نمیتونه ببره. توی شمال همینطور، در دریای خزر، در دریای مازندران همینجور میخورن میبرن. خب این یعنی میزان تخریب مرتبش افزوده شده. الان ما در 9 جنگ در ایران دستش بنده، که وحشتناکترینش این جنگ اقتصادی است که تحریم هاست. این برای شما اضافه کنید به اون تخریب، ببینید چقدر میشه. خب این همه تخریبی که یک جامعه باید تحمل بکنه تا کی میتونه تحمل کنه؟ در حقیقت این جنبش حاکم میشه برای اینکه دیگه تحمل نمیتونه بکنه. نمیتونه بکنه. فشار بیش از حد زیاده. جامعه اون رژیم هم دیگه به نقطه تقابل رسیده. بله. یعنی بده دائم با جامعه در تقابل است. و باید این جامعه رو با زور و تخریب و ترس و دروغ و همه چی این کارهایی که میکنه دیگه اینو مهار کنه تا کی؟ یه وقت هست که اون پویایی مرگ غلبه بکنه، میگیم تا مرگ. پس این بالاخره رفتنیه. یه وقت هست که اون ملت به خود میاد، میگه که این رژیم برای که خودش اوجب واجبات میدونه باید تا مرگ یک ملتی پیش بره بعد بمیره. خب من چرا با او بمیرم؟ بر بخیزم زندگی کنم. هر زمان که این ملت با هر حرکت که بخواد زندگی کنه و این رو بداند که زندگی در استقلال و آزادی ممکنه، اون تخریب ها میتونه از بین ببره برود اگر یک کشوری مستقل و آزاد باشه، از اون ساختار بیرون باشه، اگر این مردم به حقوق بشناسن، حقوقشون عمل کنن، اون وقت اون پایان این رژیمه. از هر دید که شما نگاه بکنید، اون جمله بیان یک قانون است در جامعه های بشری. قدرت ویرانگر محکوم به رفتن است، اون که بر حق می ایسته این آمدنی است. پس اونا کودتا کردن، خود رو محکوم کردن برفتن و ما در برابر اون کودتا ایستادیم بر حقوق اون مردم، طبق قانون برمیگردیم. من هیچ وقت تردید نداشتم که اونها ماندند که بروند، ما میرویم که بمانیم. ما رفتیم، الان موندیم. جامعه ایرانی حقوق پنجگانه پیشنهاد کردیم، قانون اساسی بر پایه حقوق پنجگانه پیشنهاد کردیم، برنامه عمل پیشنهاد کردیم، قانون اساسی دوران گذار پیشنهاد کردیم و به اون مردم میگیم میتوانیم الگو بدیل باشیم برای اینکه کل جامعه جهانی رو از مهار قدرت رها کنیم. تنها ما که نیستیم، جهان ما متاسفانه در کام مرگ فرو رفته. در بحث های قبلی گفتیم اینو، ما می توانیم و بسا وضعیتی شده که این توانایی ما
ولی ما در جهانی قرار گرفتیم که همه در برابر یک مسئله قرار گرفتن و ما اگر این عمل بکنیم با بنابر موقعیتی که داریم و قدرت‌های جهانی اون توانایی رو ندارن که مانع زیست مستقل و آزاد ما بگردند اگر خودمون بخواهیم، این بازتابش جهانی است. یعنی دیگه این نیست که ما سابق میگفتیم ما در بزرگترین حوزه تمدنی بشر کارایی داریم، حوزه تمدنی اسلام از شرق دور تا غرب دور، حالا در کل جهان این موقعیت رو داریم که با آزاد استقلال و آزادی ما جهان در راه روش ربط استقلال و آزادی قرار میگیره. این سخن رو من امروز نمیگویم، در اون زمان هم گفتم انقلاب ایران جهان رو وارد عصر جدیدی کرد، دروغ نگفتم. اون دو تا ابرقدرت ببینید که روسا که از بین رفتن به عنوان ابرقدرت، این امریکایی هم که در این وضعیتن که میبینید، اینا هم همچنان این جریان انحطاط رو ادامه خواهند داد. جهان دیگه جهانی نیست که قبل از انقلاب ایران بود. الان شتو فقط منطقه ای که مونده که این غرب هنوز از او دل نمی کند به عنوان سلطه‌گر، منطقه خاورمیانه است به لحاظ این دوتا اقیانوس نفت در شمال و جنوب ایران که این هم دائم در جنگ، دلیل اینکه توانایی مهار ندارد. اگر این منطقه از چنگش در بیاد، خود دیگه اون نظام سلطه‌گری به شیوه سابق هم پایان میپذیره. مگه ما بتوانیم یک جامعه با اقتصاد مستقل آزاد، با فرهنگ مستقل آزاد بنا کنیم؟ این جهانی که گفتم داره در گرفتار پویایی مرگه، یک زندگی میبینه، بهار زندگی میبینه، خب میاد به اون طرف. حقیقت پیام جمع ما به ایرانی ها اینه که شما توانا هستید، نیاز به کمک خارجی نیست، بلکه همه امکانات ما در خود ایران داریم، از انسانی و غیر انسانیش، و در حقیقت ما یک راه حل متناسب با رشد انسان و طبیعت انسان به ایرانی ها پیشنهاد میکنه. برعکس اوناست که الان شبان روز داد میزنن که من آنم که وصلم به کی و کی، همچین وصله ما با کسی نداریم، بلکه همش از توانایی صحبت میکنیم و این امکان رشد و تحول هم در ایران هست. این امر خیلی مهمه. بله این جای خود، اما مسئله مهمتر ما این است که این تجربه 40 سال میگوید اون قدرت خارجی هرگز در جهتی که یک ملتی مستقل و آزاد زندگی کنه عمل نمی کنه. قدرت کارش ویرانگری ساختن نیست، تا هم نکرده. همه این از کودتای خرداد 60 بگیرید، اگر اینا با قدرت ریگان و بوش امریکا معامله محرمانه نکرده بودن، به خودشون جرأت کودتا نمیدادن. اون معامله بود، اون امیدواری به دریافت اسلحه بود که سبب شد کودتا کنن. جنگ هم 8 سال در سود انگلستان و امریکا ادامه یافت. این آقای خامنه ای هم، این رو من آزمودم میدونم این چجور آدمیه، آدمی نیست که منهای این ساختار روابطی که این توش داره عمل میکنه دل جرأت داشته باشه که قدم از قدم برداره. این امید بستن به بیگانه خودفریبی است و در این خودفریبی نفله شدن است. 40 سال قدرت خارجی مانع از تحول در ایرانه، نه عامل تحول، مانع تحوله. آخری که آقای دیگه سرمقاله لوموند هم شد، سرمقاله میشه آقای ترامپ، دست از سر این مردم بردار بذار اینا تحولشون بکنن. شما عامل حفظ این نظام شدی. همین لوموند بعد از اون ماجرای جنبش دیما چی بهمن چی ببخشید آبان ما نوشت همین تازه. خب
حالا دیگه در دنیا میدونه. شما مردم ایران هم لطف کرده بدانید به این وابسته ها رو ندهید، خود رو گرفتار این مدار بسته بد و بدتر نکنید. ما با این که میدانیم این عوامل قدرت های خارجی برای حفظ اون ساختار مانع از یک تحولی هستند که نتیجهش ایران مستقل و آزاد باشد، تلاش میکنیم و مبارزه میکنیم و میکوشیم و مطمئنی موفق میشویم. چون هم میدانیم که تحول از درون ممکنه، هم میدونیم که اون ساختار پایدار نیست، همچنین است که یه جبر مطلقی باشه، نشد شما ایران از اون ساختار بیرون آورد میشه. هم میدونیم که هیچ رژیم دیگری، مثلا فرض کنید دستشانده های امریکا، حالا بیان و آقای امریکا هم مداخله کنه و نظامی رو که نمیتوانه بکنه و بیار و آب اینا رو بذاره جای این آقای خامنه. خب اگر ساختار همین باشه که الان هست، این آقایا باید که تو این ساختار عمل کنه، یعنی بشه خامنه ای یا نمیتونه عمل کنه، سقوط میکنه، یا باید اون ساختار تغییر بکنه. خب چون اگه قرار ساختار تغییر بکنه، چرا ما در استقلال آزادی تغییر ندیم؟ تازه اگر اون ساختار امریکا برای اینکه تغییر بکنه باید قدرتش رو بازسازی کنه که نمیتونه. الان مغرورتر این کشور دنیاست. این جریان انحطاط هم به دلیل وجود آقای ترامپ همچنان داره پیش میره. پس این ساختار تغییر بکن نیست. چی کاری که میشه کرد اینه که از اون بیای بیرون. ما با اون زمان هم که قوینات تو اون ساختار رفتن که کودتا کردن دیگه، با توجه به این امر گفتیم شما میمانید که بروید. اولم که آمدم به خارج چی گفتم؟ گفتم من برای افشای روابط ارگانیک میان خمینیست و ریگانیست به خارج آمدم. پس میدونستیم که این دوتا روابط ارگانیک با هم پیدا کردند، یعنی ارتباطی با هم پیدا کردند که نه یه ارتباطی است که آب یه اتصال میکنی جدا، نه اینجا با هم ترکیب شدن، ارگانیک یعنی ترکیب شدن. این بدون اون نمیتونه عمل کنه. با علم به این گفتیم شما میمانید که بروید، ما میرویم که بمانیم. چون اون پیوند ارگانیک، این ساختار که حالا رو گفتم روس و چین و کشورهای منطقه و اینا توشن، این پایدار نیست، بی‌ثبات سسته، برای اینکه اون قدرت‌هایی که دو تا محور جهان بودن در حال انحطاط بودن، روس ها که رفتن. الان روسیه تولید ناخالص ملیش برابر کره جنوبیه. اینکه نظامیگری و فلان اینجا اونجا عمل بکنه یه چیزه، اینکه به عنوان قدرت جهانی بتونه عمل کنه یه چیز دیگه است. نداره اون مایه رو. چین چرا؟ داره. در این موقعیت تو منطقه یک ساختاریه بی ثبات. میتونیم اگر بخواهیم نیروهای مسلح ایران اگر به خودتون یک کمی تأمل بکنید در وضعیتی خودتون دارید، احساس شرم بکنید از اینکه سرکوبگر مردم خود هستید، فکر اینو بکنید که نماینده غرور ملی باشید، از یک تحت امر و فرمان یک ملت مستقل و آزاد و حقوندی باشید. اگه همین تحول رو شما بپذیرید، ایران میتواند کشوری مستقل و آزاد، جامعه ایرانی میتواند جامعه حقوندان بگردد، الگو برای همه جهان. شاد و پیروز باشید.
به مناسبت از دست دادن شخصیت بی‌نظیر تاریخ قرن ما که من حدود 50 سال پیش افتخار آشنایی با ایشان را پیدا کردم و تا آخرین لحظه حیات این همکاری و دوستی ادامه پیدا کرد، با این آیه از قرآن گفتار خود رو شروع می کنم: انا لله و انا الیه راجعون. سخن گفتن از شخصیت های نظیر قائم مقام فراهانی، امیر کبیر، مصدق بنی سعد و از این قبیل افرادی که با ابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و دینی هستند، کاری به غایت مشکله. آب دریا را اگر نتوان کشید، پس به قدر تشنگی باید کشید. مرحوم بنی صدر دارای ابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، دینی و از دید من عرفانی است و بخشی از این مسائلی که آقای بنی صدر به خصوص به عنوان دین صحبت می کردند، بخشی عرفانی بود که من کوشش می کنم 3 نکته از مسائل عرفانی رو که از آقای بنی صدر آموختم در این فرصتی که زیغه و خیلی نمیشه توضیح و تفسیر داد، به اطلاع همه حضار در جلسه برسونم. اصولا کارنامه چنین شخصیتی نظیر بنی صدر با ابعاد مختلف، به خصوص کارنامه سیاسی ایشون، همیشه بازه، هم برای این نسل و هم برای نسل‌های آینده. اما در این مجلس که این رادمرد بزرگ برای این رادمرد بزرگ ایران زمین بنی صدر تشکیل شده، من همچنان که گفتم این 3 نکته رو خدمت شما عرض می کنم. در گذشت استاد، همکار و دوست 50 ساله‌ام را که سلمه بزرگی به همه ملت استقلال طلب، آزادی خواه، حقوق مدار و عدالت خواه ایرانه و به همه ملت ایران و حاضرین در این مجلس و به ویژه خانواده محترمشون تسلیت میگم. این تسلیت هم از این جهته که چنین شخصیت بزرگی از بین ما رخت بربسته و به دیار باقی شتافته، اما به لحاظ خود ایشان که از دید و شناختی که من از آن مرحوم دارم، از دریای بیکران رحمت حق برخوردار و در جوار حضرت حق در ملأ اعلی خواهد بود، شادی بخش است. در فرهنگ عرفانی ما غالب عرفای خود را با اشعارشون میشناسیم و کمتر کسانی را که دارای دیوان یا اشعاری نبودند ولی عارفان نامداری بودند، کمتر از اونها اطلاع داریم یا اینکه به دنبال شناسایی اونها برآمدیم. آقای بنی صدر اهل شعر گفتن نبود، اما به شعر بسیار علاقه داشت و به ویژه به اشعار حافظ و مولوی و از آنها بهره های فراوانی می برد و در لباس گفتگو آنها رو، نکته های عرفانی آنها رو برای ماها و دیگرانی که از سال 50 با او حشر و نشر داشتیم به مرور بیان می کرد. من برای اینکه این دو سه نکته را توضیح بدم، از حافظ الهام میگیرم و با الهام گرفتن از حافظ 3 نکته رو که خود من از اون بهره ها بردم توضیح مختصری میدهم. مزرعه سبز فلک دیدم و داس مه نو،
یادم از کرده خیش آمد و کرده خیش آمد و هنگام درو. حافظ و سایر عرفای ما وقتی به آسمان پرستاره نگاه می کنند، اون را به مزرعی تشبیه می کنند که کشاورز با اون داست، ماه را هم به داست تشبیه می کنند که کشاورز حالا در پایان فصل کار و کوشش خود داره محصولات خودش رو به دست میاره و درو میکنه. لحظه ای که ما آدمیان از این دنیا میرویم بنا به اعتبار عرفا، لحظه ای است که کشته خود را اونچه در این دنیا کاشته ایم درو میکنیم. و بنابراین با این مطلب کسانی که مردم را از جهنم و بهشت امید به بهشت میدهند و از جهنم میترسانند، حرف خیلی درستی نیست. بهشت و جهنم اون عملی است که انسانها مرتکب میشوند و در لحظه رفتن از این دنیا کسانی که معتقد هستند و بال گردنشون هست. اگر به اعمال نیک دست زدن بهشتی هستند و اگر به جنایت و حقوق مردم و تجاوز کردن به این و اون دست زدن، طبیعی است که اون جهنمی رو که خودشون ساختن و بال گردنشون خواهد بود. مرحوم بنی صدر در اولین بار در سال 56 مسئله ای رو عنوان کردن که من از اونها درس آموختم و اون مسئله رابطه مادیت و معنویت بود. بسیاری فکر می کردن که مادیت و معنویت اینها دو مسئله جدای از هم هستند. ایشان در چندین جلسه برای ما توضیح داد و سخن راند که مادیت و معنویت در ارتباط با هم هستند. مثلا اگر حضار محترم کار و کوشش می کنند که برای خود، خانواده خود، دوستان خود و هموطنان خود مشکلی از مشکل اونها رو برآورده کنن، در این حالی که اینها از کار و کوشش خود پول در می آورند، امکانات به دست می آورند، اما کار اونها کار مادی است. اما اگر همین کار مادی رو برای انباشتن پول و ثروت عمل کنند که ماشین بیشتر داشته باشند، ثروت بیشتر داشته باشند، قدرت بیشتر داشته باشند، حشم بیشتر داشته باشند، این عمل اونها یک عمل صرف مادی است. و من خیلی متاسفم که همکنون وقتی به زعمای روحانیت حاکم بر ایران خودمون نگاه می کنم، هرگز من در غرب چنین مادیتی به چشم خود ندیده بودم که الان در کشور ما به عنوان معنویت حاکمه. حتی نماز و روزه، حتی عبادت‌های مرسومی که بین مسلمانان هست، اگر به قصد این باشد که در بین جامعه امکاناتی پیدا بکنند، مرده پیدا بکنند، از آلاف و الوفی برخوردار باشند، این عمل در این که ظاهر مادی دارد اما حقیقت آن یک عمل مادی صرفه. آقای بنی صدر بارها در طول عمر خودش ظاهرا شکل اعمال معنوی رو که انجام می، تمام کارهایی که از سیاست، از اقتصاد، از جبهه عمل کردن تا اونجایی که من میتونم شهادت بدم به نیت حقیقی انجام میداد برای برطرف شدن مسئله ای از مسائل کشور ما، و بدین لحاظ این کارهای او همه یک نوع کال معنوی است. من از ایشون آموختم هر عملی که انسان انجام بده اگر به قصد برطرف کردن مشکلات و مسائل افراد هم نوع خودش، حال چه
همدین یا هم مذهب خودش باشه یا چه از ابنای بشر باشه، این عمل یک عمل معنوی است. دومین آموزه‌ای که من از بنی صد آموختم این است که او بارها و بارها داشتن استعداد بی نهایت رو به ما تذکر می داد که آدمی بیدارای بی نهایت استعداده و اونو آموزش می داد. اگر آدمی از استعداد خودش، خداداده خودش غفلت بکنه و شاید حتی اونهایی هم که از استعدادشون استفاده می کنن از بخش ناچیزی از استعداد خود بهره می برن، اما اگر از تمام استعداد خود بهره ببرند دنیایی غیر از دنیایی که ما در آن هستیم ساخته خواهد شد. حافظ در این رابطه میگه گفتم ای بخت بخسبیدی و یا بخفتیدی و خورشید دمید، گفت با این همه از سابقه نومید مشو. سابقه یعنی صفات جمال و جلال الهی، صدقت و رحمتو که رحمت خداوند بر همه چیز سبقت داره. بنابراین همچنان که حافظ کما این که پایان عمر خود رو داشت میدید و میگفت از رحمت خدا غافل مشو، از کدام رحمت؟ رحمت این که انسان استعداد بی نهایت داره و وقتی از اون استعداد بی نهایتش بهره نمیبره خود این یک نوع غفلت و یک نوع گناه محسوب میشه. حافظ میگه با وجود این که من از تمام استعدادی که در اختیارم بود بهره نبردم، اما که خود این یک گناه بزرگی است، اما از رحمت خداوند بی نصیب نیستم و دل به دریای رحمت بیکران خداوند میبندم. به همین علت مرحوم بنی صدر همین الان در فیلم دیدین که گفته میشد که مسئله ای را رها نمی کرد. واقعا بین ما وقتی با من هم مسئله پیدا می کرد، بحثی را شروع می کرد تا این بحث برای ما کاملا آشکار نمی شد ول نمی کرد، ادامه می داد تا اینکه مسئله روشن بشه. و این صفت آقای بنی صدر رو حافظ یا این مولوی اینجور میگه: عشق آن شعله است تو عشق آن شعله است کوچون برفروخت، هر چه غیر معشوق باقی جمله سوخت. غیر معشوق ارتماشایی بود، عشق نبود هرج سودایی بود. بنی صدر در تمام طول عمر خودش به تمام کسانی که با او حشر و نشر داشتن میاموخت که از استعداد آموختن و تجربه گرفتن غفلت نکنند و مرتب استعداد بیکران را به ما یادآوری میکرد و خود من هم تا آخرین لحظه حیات از این نکته ای که به آقای بنی صدر عنوان کرد بهره بردم. و او مرتب این نکته رو بیان می کرد که ای انسان، تو خود همه چیز هستی، ای نسخ نامه الهی که تویی و ای آینه جمال شاهی که تویی. بیرون ز تو نیست هرچه در عالم هست، در خود بنگر هر آنچه خواهی که تویی. امام علی هم می فرمود اتز ام و جرمون صغیرون و انت عالم و انت و عالم الاکبرو. تو جسم صغیری هستی اما دنیایی در تو نهفته است. سومین و آخرین آموزه او اینه که در قسمت‌های از فیلم هم بود، دین بیان آزادی است و نه بیان قدرت. بنابراین او معتقد بود و در عمل خودش هم نشون میداد که هر دینی، مهم نیست که چه دینی باشه، مسیحیت، یهودیت، هر دینی که بیان قدرت بود، اون دین نیست و اون ضد دینه. دین هدف اصلیش آزادی و اختیاره
و وقتی در دین آزادی و اختیار نباشه اون دین دین قدرته. بنابراین باید همه حواس رو جمع بود و از این نگاه به این گفته ابوالحسن خرقانی عمل می کرد در تمام طول عمر، که هر که در این سرای در آید از ایمانش به او آبش نانش دهید و از ایمانش مپرسید، و در عمل پیرو این شعر سعدی علیه الرحمه بود که بنی آدم اعضای یک دیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند، چو عضوی به درد آورد روزگار دگر عضوها را نماند قرار، تو که از محنت دیگران بیغمی نشاید که نامت نهند آدمی. پایان کلام خودم رو با این سخن مولوی به پایان می روم که ما ز دریاییم و دریا می رویم، ما ز دریاییم و دریا می رویم، ما از اینجا و از اونجا نیستیم، خوانده ای انا الیه راجعون تا بدانی که کجاها می رویم. من از جانب خودم به همه حضار که در این جلسه حضور به هم رساندند تسلیت میگم، به خودم هم تسلیت میگم که چنین دوستی هم اکنون در کنار ما نیست، و به خانواده محترمشون تسلیت میگم و از همه و از خداوند میخواهم که روحش رو شاد و سربلند و سرفراز بگرداند. خیلی ممنون. سلام و درود بر خانواده محترم بنی صدر، سلام و درود بر شما هموطنان عزیز که در این جلسه حضور دارید. از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر یادگاری که در این گنبد دوار بماند. زندگی من و بسیاری از دوستان و همراهانم در مسیری قرار گرفت که برخورداری از موهبت درک وجود عزیزی ارجمند همچون آقای بنی صدر خود به نعمتی در حد معجزه شباهت داشت. از این رو همه ما میدانیم که مسئولیت قدردانی و به جا آوردن دین برخورداری از چنین نعمتی نیز بسیار سنگین است، چرا که صرف آشنایی با وی تعهدآور بود و هست و خواهد ماند. تعهد به دریافت مفاهیم سترگی که ویژگی‌های بارز شخصیت وی را تشکیل می‌دادند، همچون وطن دوستی، شجاعت، مقاومت، خلاقیت، امیدواری، توانایی، جسارت متفکر بودند، آزادگی، به هویت ایرانی و شرقی بودن خود مفتخر بودن، مستقل بودن، مردمی بودن، مهربان بودن، صدیق بودن، پاک دل و پاک دست بودن، جسور بودن، صاحب کرامت و شرافت بودن، به مبارزه و لوازمش من جمله اخلاق متعهد بودن، به بیان استقلال و آزادی ملتزم بودن، به خشونت زدائی و عمل به حق مشوق بودن، به عهد خود با مردم وفادار بودن، به عشق به دانش متصف بودن، به یگانگی صداقت و یکرنگی در مقام نظر و عمل مفتخر بودن، به اسلام، به باور، به مثابه بیان آزادی و استقلال و عدالت ملتزم بودند. زندگی بنی صدر و نیز اندیشه وی چه در زمان مبارزه اش با استبداد شاهی و تأسی به اصل موازنه عدمی و هممنشی با دکتر محمد مصدق و از سال 1340 در تدارک انقلاب بودن
و چه در مبارزه با استبداد دینی نقشی اساسی و بسزا در حیات ملی ایران معاصر داشته است. از باورش به جمهوریت و اولین ریاست جمهوری تاریخ ایران گشتن و مورد وثوق اکثریتی از جامعه ایران واقع شدن تا حضور در جبهه‌های دفاع از خاک وطن و سازماندهی دفاع شرافتمندانه یک ملت، از پی گرفتن مشی استقلال و آزادی و عدالت اجتماعی بر میزان عدالت گرفته تا دفاع از حقوق مردم ایران در مقابله با استبداد نوپا و تأکید بر حقوق ذاتی انسانها و حق رهبری همگانی، از دفاع از اهداف انقلاب مردم ایران و انقلاب را امری جهانی دانستن و آن را داشته بس مهم و ارزشمند مردم ایران و نه متعلق به استبدادیان غاصب دانستن، تا دفاع از تمامیت ارضی وطن و اتخاذ سیاست حافظ حقوق ملی و وارد آوردن شوک بزرگ نفتی به غرب در دوران ریاست جمهوریش که به دومین شوک نفتی دنیا معروفه، با کاستن از مقدار تولید نفت از 6 میلیون بشکه روزانه در آخرین دوره شاه به روزانه 1,700,000 بشکه و جلوگیری از حراج ثروت ملی و رساندن قیمت آن به یمن انقلاب از 13 دلار به 31 تا 41 دلار در بازار آزاد و از افشای زد و بند پنهان استبدادیون با قدرت‌های بیگانه و در رأس آن آمریکا و اسرائیل و مخالفت صریح و بی‌پرده با گروگانگیری که محرز شد طرح آمریکایی بوده که به دست دست‌نشاندگان سیاست غرب در ایران به اجرا گذاشته شده و چون بنی‌صدر جرمشان بود که اسرار هویدا می‌کرد، به این دو دلیل عمده بر ضد وی با همدستی غرب و دست‌نشاندگانشان در درون نظام کودتایی انجام یافت. از دفاع بی‌محابا و صریح از حق حیات هموطنانی که خونشان را مستبدان به ناحق به نام دین ریختند و مخالفت صریح با شکنجه و اعدام تا تدوین حقوق پنجگانه و قانون اساسی بر مبنای این حقوق و باقی گذاشتن میراثی بس گرانبها برای نسل امروز و نسل‌های آینده وطن تا آینده ایران بر مبنای حقوق انسانی و شهروندی و ملی و نقش حقوند و بایسته ایران در جهان و حفظ حقوق طبیعت شکل گیرد، همه سیر زندگی وی است. سیر زندگی وی بر یک خط مستمر و مستقیم، همه شهادت آشکار و مبینی بر نقش گذشته و حال وی در تاریخ معاصر ایران و بخشی از واقعیت بس ارزشمند حیات ملی ایران و ایرانیان در گذشته و حال و آینده است. این ویژگی های بارز بنی صدر وی را امروز نماد مقاومت ملی و ایستادگی مردم ایران بر استقلال و آزادی و عدالت و فردای آزادی ایران، منش وی محور وفاق ملی و تفاهم ملی و نقطه تلاقی پلورالیسم نظری و عملی همه شهروندان ایرانی که بر اساس ارزش‌های جهان شمول دل در گرو حفظ با سازی وطن حفظ و با سازی وطن دارند قرار می‌دهد. نظام مستبد ولایت مطلقه فقیه هم با کودتا، هم با حربه سانسور همه جانبه، هم با اتهام زنی‌های بی‌وقفه و هم تهدید وی به ترور فیزیکی و عدم رعایت اصل بر براءت در حق وی موفق نشد. از تحسین وی توسط همگان از مخالف تا موافق جلوگیری به عمل آورد.
اتفاق نظر اپوزیسیون فعال و مبارز ایران بر ایستادگی ابوالحسن بنی صدر بر اصول استقلال و آزادی و وطن‌دوستی وی و مدافع حقوق انسان بودن و یک رنگی و پاک دست بودن وی خود ضربه‌ای بس محکم به نظام حاکم و صحه بر این امر بود که ملت ایران ملتی قدرشناس است. به رأی العین می‌بینم عشق بی‌نهایت وی به وطنش ایران و هنر بزرگ وی در دوست داشتن همه انسان‌ها و جهانی بی تبعیض و بدون سلطه، روح بزرگ وی را در بلندگاه تاریخ حی و حاضر و شاهد قرار می دهد و با برافراشتن پرچم مقاومت کاوه ایران و ایرانی را به پیشتازی در تغییر جهان به آزادی و آبادی فرا می خواند و صدای او در عمق جان ما تنین می افکند. دوباره یک روز آشنا سیاهی از خانه می رود. اگر چه صد سال مرده ام به گور خود خواهم ایستاد که بردارم قلب اهرمن ز نعره آنچنان خیش. دوباره می سازد وطن اگر چه با خشت جان خیش. ستون به سقف تو می زنم اگر چه با استخوان خیش. یادش گرامی که به راه وی وفا داشت و خواهیم داشت، راهش پر رهرو باد. با سلام و تشکر پیشاپیش، من چه گویم؟ یک رگم هوشیار نیست. شرح آن یاری که او را یار نیست. این گنگ خواب دیده در رسای دوست چه تواند گفتن؟ خاصه یاری که در کمال استواری و پاکی سیاوشوار از آتش ابتلاعات زمانه سربلند و سرفراز گذر کرده است. دردا و دریغا که در هفته مهر ماه 1400 هجری شمسی به هنگامه خزان و دوران هرمان و خسران نادیده صبح آزادی ایران سید ابوالحسن بنی صدر قالب خاکی سوی خاکی فکند، جان خرد سوی سماوات برد. جام تن بشکست و شمس جان به جانانه سپرد. هفت روز تمام است که آن شیر بی پروای عرصه پیکار مرزبان آزاده عزت ایران با نفسی مطمئن در قرب دوست آرام گشته است. با این همه مرگ چنین خواجه نکاریست خورد. هجرش به جان آتش زده، دل در فراقش سوخته. بنی صدر در استقامت و پایمردی و پایداری و وفای به عهد و پیمان سرخیل و زبده پیروان رهبر کبیر نهضت ملی ایران دکتر محمد مصدق شد. بر سر پیمان بماند و به یمن این استواری در زمره برجسته‌ترین ماندگاران تاریخ کهن ایران در آمد و کهکشان نامداران این تاریخ را با ستاره درخشان وجودش مزین کرد.
و نام بلندش جاودانه اعصار گشت. در درازای تاریخ مرز و بوم ما نخستین منتخب مردم ایران شد و در ایستادگی و استقامت چون پیشوای فقیدش محک و میزان سنجش گشت. از سر عنوان گذشت و به بام جهان شد. در هنگامه تجاوز دشمن بیباک و بیپروا، سنگر به سنگر، جان به کف، بیوقفه در کار دفاع از وطن شد. تیزبین و نکته سنج و دقیق بود. عمری تحقیق و تألیف و تولید مستمر اندیشه ذهن نقادش را آب دیده کرده بود. به کاری نمی شد جز آن که در آن کار کمال جوید. با وجود گوناگونی ابعاد شخصیتش هیچ بعدی از این ابعاد مانع و راده ابعاد دیگرش نبود. چشم به افقهای دور داشت و در طلب تعلیم و تربیت استعدادهای جوان که آینده سازان این جهانند. به هنگام مسئولیت خطیر کشورداری از سپردن کارهای سترگ به جمع جوانش هراس نداشت و توفیق این جمع را مدیون در استقلال در عمل و در عین مسئولیت پذیری می دانست. هرچند که تنها در ابراز عشق جاودانه به وطنش بی‌پروا بود، اما قلبی عاشق و روحی بلند و سری پرشور داشت و در عین خودداری دارای عاطفه به کمال بود. حصار حسین دوستیش خلل نمی‌پذیرفت. پاس دوستی می داشت و حرمت دوستی نمی شکست. نادر مردی بود که کرامت انسان را به حفظ قدرت نفروخت. آزاده بود و آزاده ماند. در فاصله اندک از 16 خرداد 60 تا به روز 20 خرداد به سه پیام آقای خمینی دال بر اشتیاق و تمایلش در حفظ ایشان در مناسبی که داشتند و البته مشروط به تمکین و قبول شرایط وی، به قاطعیت جواب نفی داد. چگونه توانم در مقابل عظمت فردی که به آسانی عطای تصرف و تصدی آینده کشور را به لقای ایستادگی بر اصول و به وفای به عهد بخشید سر تعظیم فرود نیاورم. او در مرگ هم بر آرمان ایستاده است و با مهل لایزال به ایران چشم به راه آزادی وطن و انتقال به میهن نشسته است. خدمت بانوی بزرگوارم، همسر و همراه و همرزمش، نماد مهر و عطوفت و بردباری خانوم عزرا حسینی و همچنین فرزندان دلبند و برومندش، فیروزه عزیزم با آن جان شیفته، زهرای نازنینم و علی جانم که جملگی عاشقان پدر و شیدایان وطنند. و همراه با مهران عزیزم و جمال گرانقدرم، دو مظهر پایداری و دوستی و وفا و فداکاری،
علیرضای ارجمندم، سیندای گرامیم و به جمله دوستانش و خانواده معزز و مکرمش و بنی صدر و خانواده معزز و معظم بنی صدر تسلیت داشته و از خداوند منان عطای تحمل این مصیبت جانسوز را برایشان مسئلت دارم. استادم، ای دوست، چنان که در حیاتت در مماتت نیست، از تو ای دوست نکسلم پیوند، گر جدایم کنند بند از بند.